5 روز پس از زلزله کرمانشاه. آیا از نحوه امداد رسانی راضی هستید؟ زلزله کرمانشاه گفته میشه که تا این لحظه بیش از 430 تن کشته و بیش از 10,000 تن زخمی داشته. در طی 5 روز گذشته هر کسی به نوعی در تلاش بوده تا به مردم زلزله زده کمک کنه. نهادهای دولتی خبرها و تصاویری را منتشر کردن از کمک هایی که در طی این روزها انجام دادن. به شبکه‌های اجتماعی هم که سر بزنید پر از افرادی که هر کدام به نوعی به نمایندگی از بخش از مردم تلاش کردند تا بخش از کالاهای مورد نیاز مردم زلزله زده رو فراهم کنند. از علی دایی و صادق زیبا کلام گرفته تا کاربران معمولی که هر کدام با جمع‌آوری پول و خرید کالاهای ضروری به محل حادثه رفتند. بنابر آنچه که در ویدیوهایی که از مناطق زلزله زده در گفتگو با مردم منتشر شده، اذعان شده که کمک‌های مردمی اگر نمی بود، شرایط بسیار بسیار سخت‌تر ادامه می داشت. اینها گزارش‌هایی که از طرف مردم یا افرادی که به محل حادثه رفتن منتشر شده. اما امشب در برنامه روی خط شما میتونید با ما تماس بگیرید، مشاهدات، تجربیات و نظرتون رو درباره آنچه که در کرمانشاه گذشت و میگذره در میون بذارید. اما برای اینکه با ما تماس بگیرید نیاز دارید که راه‌های ارتباطی برنامه رو بدونید که همکارم بهروز به شما میگه. بله، امشب اولویت با شما است که در مناطق زلزله زده زندگی میکنید یا اینکه به عنوان کمک یا تحت عنوان امدادگر، روزنامه نگار یا هر عنوان دیگری سری به اون مناطق زدید، از نزدیک با وضعیت آشنا هستید. راه‌های ارتباطی رو هم حتما میدونید، فقط جهت یادآوری اینکه انواع اقسام راه‌ها برای شما در نظر گرفته شده از 202-260-71 شماره تلفن برنامه که یا میتونید زنگ بزنید یا شمارهتون رو برای ما بفرستید ما با شما تماس بگیریم. اگر به اسکایپ دسترسی دارید اینترنتتون جواب میده، اسکایپ هم راه خوبیه، یا اینکه به پیامگیر اتوماتیک زنگ بزنید پیامتون رو اونجا ضبط کنید. میتونید سریع به اکانت روی خط در شبکه‌های اجتماعی بزنید، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، یا راهی که این روزها خیلی بهش دسترسی دارن، سند وی او ای، آدرس کانال تلگرام صدای آمریکاست. از اون طریق میتونید با ما در تماس باشید و اینکه تا قبل از هر برنامه فایل صوتی و تصویر بفرستید. یک ساعت قبل از برنامه الان دیگه اون فرصت نیست. خواهشاً اگر میخواید شرکت کنید در برنامه فقط به صورت نوشتاری باشه. من بهروز صمدبگی هستم و سعی میکنم هرچه بیشتر نظرات شما رو در شبکه‌های اجتماعی در برنامه روی خط منعکس کنم. بله، به سراغ تلفن ها بریم. میگم همونجوری که بهروز هم اشاره کرد، اولویت با افرادی است که یا از کرمانشاه تماس میگیرن یا به عنوان امدادگر یا خبرنگار به این محل رفتن، مشاهداتی داشتن. خوشحال میشیم که در برنامه امشب همراه ما باشید، تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو با ما و سایر بینندگان هم در میون بذارید. در ابتدا به کرج بریم. آقای سعید که از طریق اسکایپ همراه ما هستن. آقای سعید سلام، بفرمایید روی خط هستید. آقای سعید از کرج. الو سلام. سلام، بفرمایید آقای سعید. الو سلام. مثل اینکه ارتباطمون با آقای سعید مشکل داره، حالا تا این ارتباط مجدد درست بشه جا داره اول از همه یک ویدئویی رو اینجا با هم ببینیم، از ویدئویی که در گفتگو با آقای افشین عبداللهی مسئول کمپین امداد رسانی مردمی هستش که این ویدیو البته روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، اما زمان دقیق این ویدیو که از وبسایت روزاروز بوده برای 2 روز پیش هستش، یعنی در واقع 3 روز بعد از زلزله کرمانشاه. ایشون تا حدودی اشاره کرده به نحوه امداد رسانی که این کمک‌ها از کجا آمده. این رو ببینیم تا تلفن‌ها مشکلش حل بشه.
تمام اقلام و محصولاتی که از طرف همه مردم مناطق و کشور عزیزمون اومده، تماما از هدیه شهروندان ما، هموطنان عزیز از مناطق استان کردستان، از اصفهان، شیراز، تهران، تبریز، ارومیه و خیلی از استانهای دیگه هستن. جالبه براتون بگیم که تمام اقلامی که اینجا هستن و حتی ماشین‌ها و ابزارهایی که اینجا حضور دارن تماما غیر دولتی هستن و تماما از خود مردم و از دل خود مردم و یک حرکت خودجوش بوده. بله، این بخش از اظهارات آقای عبداللهی بود که اشاره کردم به اینکه بیشتر در واقع اونجایی که ایشون دیدم مشاهداتشون این بوده که کمک‌های مردمی بوده. در همین ارتباط به روانسر بریم، آقای امیر از طریق تلفن همراه ما هست. آقای امیر سلام، همراه ما هستید، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید، در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای امیر، اول از همه میشه بفرمایید در مورد شرایط آیا به چه صورت است، چقدر بهبود پیدا کرد شرایط، امکاناتی که بایستی برسه تا الان رسیده؟ بله، در سراسر ایران کمک رسانی کردن، به خصوص در مناطق کردستان و کردستان زننده از مهاباد ازم به حضورتون کل شهرستان ها و روستاهای کرد بیشتر کمک ها از اونجا اومده، ولی از تهران از جای دیگه هم اومدن، ولی خوشبختانه الان خیلی خوبه، الان خب. کمک ها به دست آقای امیر میشه بفرمایید که در واقع این شروع کمک ها، چون فیلم هایی که حداقل از یکی دو روز اول بوده شرایط بسیار بد بود، کمک های اساسی از چه زمانی دقیقا به دست مردم رسید؟ بیشتر مردمی بود یا از طریق سازمان های دولتی بود؟ به چه صورت؟ چون یه بحثی که الان خیلی مطرح هستش اینه که از طرف دولت و خب از طرف دیگه سپاه معتقد هستن که اونها کارهای بسیاری انجام دادن. در ویدئویی که بسیار منتشر شده خیلی ها میگن که فقط کمک های مردمی بوده، میشه از زبان شما بشنویم در مورد این نحوه امداد رسانی؟ بله، در بیشتر کمک هایی که شده مردمی بودن. البته ارتش روزای اول ارتش اومد، خدایش ارتش اومد کمک کردن با دست خالی، سربازا و حتی درجه دارا اومدن با دست خالی کمک کردن، ولی کسی دیگه ای نبود که بهشون کمک کنه. الان هم تمام کمک رسانی های مردمی که کمک های مردمی که به اینجا اومده کلن هیچ دخالتی در دولت نبوده، یعنی اونا اصلا هیچ کاری هم نکردن تا امروز هم بد بودن. خب آقای امیر، به عنوان مثال من روز دوم زلزله به عنوان مثال اگه بخوایم حساب کنیم، هلال احمر اعلام کرد که 8000 چادر پخش کرد، بعد به تازگی هم خبری رو انعکاس دادن که گفته شده که حدوداً 50000 چادر 5 نفره در منطقه 130000 نفری زلزله کرمانشاه توزیع شده. این ادعا هم هستش آخه؟ بله اینجوری میگن، ولی نه، خود اینا بیشتر گفتم کمک های مردمی بودن، خدایش فقط کمک مردمی تونست به اینجا برسه که بتونن نیازهای مردم تامین خب کنن. آقای امیر، با توجه به اینکه خب خودتون در این مناطق هم هستین، اگر بشه خیلی کوتاه پاسخ بدید ممنون میشم. ما ویدئوهایی هم دیدیم که بسیاری از مردم با ورود ماشین های کمک رسانی، در واقع ماشین هایی که کالا در اون بوده، خب در واقع به نوعی از واژه حمله استفاده میشه، حمله میکردن برای دریافت چادر، غذا یا کالاهای مورد نیاز. فکر میکنید علتش چیه؟ چرا مثلا نظمی که بایستی باشه، آیا این اطمینان وجود نداره که این کالا میاد میرسه؟ چرا این رویه برای توزیع کالا در واقع در اون مناطق خیلی ویدیو ازش منتشر شده؟ بله، اینا در مناطق سلاس و بابدانی، البته روستاهاشون بودن که بیشتر روستاهاشون خراب شدن و هیچ کی بهشون کمک نکردن و به همین علت بود که از گرسنگی و فشار سردی هوا بعضی محقق بودن که بعضی موقع به کاروانا می اومدن و ازشون میخواستن که باراشون خالی کنن که بتونن برسونن به هم روستاهای خودشون. بله. ولی بودن، عده‌ای هم بودن که می اومدن و سرگردانگیری می کردن و دزدی می کردن. حتی در یکی از خونه ها که چادرهای خیلی زیادی دزدیده بودن
خوشبختانه با کمک نیروی نظامی گرفتار شدن و چادرها رو دوباره به دست مردم. آقای امیر، به عنوان آخرین سوال خیلی فقط کوتاه، اینکه دولت، سپاه و مردم، اگه بخواید به ترتیب بگید کدوم نهاد یا گروه بیشترین کمک رو به زلزله زدگان کرمانشاه داشتن؟ مردم بودن، فقط مردم. فقط مردم. سپاس آقای امیر. نظر امیر رو شنیدیم از روانسر که با ما تماس گرفت. نظرات شما بینندگان عزیز رو هم در دقایق پیش رو خواهیم شنید. در ادامه برنامه همراه ما باشید. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنجشنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. با موضوع 5 روز پس از زلزله کرمانشاه در برنامه روی خط همراه ما هستید. اما در این بخش نگاهی داشته باشیم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی. بله، نظرات زیادی به دست ما رسیده. همونطور که گفتیم امشب می‌خوایم اولویت رو بدیم به اونهایی که از مناطق زلزله زده چه تماس می‌گیرن، چه نظر میدن، یا اونهایی که تحت هر عنوانی رفتن به اون منطقه و تجربه حضور در مناطق زلزله زده رو دارن. اما به هر صورت از اینستاگرام شروع کنیم، جایی که پژمان برای ما نوشته این نوع کمک رسانی صحیح نیست. ای کاش دولت و مسئولین تدبیر اتخاذ میکردن که هتل‌ها و مهمانسراها در شهرهای اطراف پذیرای هموطنان حادثه دیده باشند و با در اختیار گذاشتن کانکس‌های مجهز کمی از درد این عزیزان بکاهن. این عزیزان هم داغدارن هم حادثه دیده و در این سرما حتی فرصت عزاداری هم از اونها گرفته شده. حداقل با برنامه‌ریزی مناسب سعی شود کرامتشان حفظ شود. اشاره پژمان به عکسی است که منتشر میشه از نحوه توزیع خدمات و کالاها که خب خیلی صورت خوشی نداره اونطور که پژمان میگه. محمد هم میگه که چیزی به اسم کمک دولتی وجود ندارد. این حرف من شایع پراکنی یا تهمت نیست. من خودم اهل کرمانشاه ام و میلیون ها تن مواد غذایی و بهداشتی از طرف مردم غیور اومد و دولت هیچ کمکی نکرد. البته خب میزانی که میگن مقدار زیاد هست، در تخمین احتمالاً اشتباه کردن. پریما از مشهد هم در تلگرام برای ما نوشته که در مشهد حجم بسیار زیادی کمک‌های مردمی جمع شده و آدرس هم حتی دادن، گفتن در بلوار وکیل آباد، آدرس دقیق‌تری هم هست، گفتن که دیدن که تریلی تریلی بار می‌کردن. همسر ایشون هم خودشون کمک کرده در بارگیری بهشون و میگه که چیزی که براشون جالب بود این که در همه بسته‌بندی‌ها اسم و تعداد جنس نوشته شده بود و جالب‌تر این که حتی برای بچه‌ها اسباب بازی هم فرستاده بودن. این نکته‌ایه که خیلی از متخصصین و امدادگری و کسایی که در حوزه کودک کار کردن هم بهش توجه کردن. اقلام ضروری به کنار، بچه‌ها جزو آسیب‌پذیرترین اقشاری هستن که در زلزله آسیب می‌بینن، باید به فکر اونها و نیازهاشون هم بود. حالا اون چیزایی که بخواد دید بودم. بله، مثل اینکه قرار بود پیام پخش بشه. اما برگردیم به خطا. آقای عبدی از کرمانشاه همراه ما هستن. آقای عبدی سلام، همراه ما هستید. بفرمایید از شرایطی که در حال حاضر در کرمانشاه وجود داره برای ما صحبت کنید. آقای عبدی از کرمانشاه، اگر صدای من رو میشنوید. بله، مثل اینکه قطع شده. به تهران بریم. آقای خزایی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای خزایی سلام. با سلام و درود بر شما و همه بینندگانتون. سپاس. ضمن عرض تسلیت به مردم خوب ایران و به خصوص منطقه کرمانشاه که این حادثه تلخ پیش اومده،
خدمتتون عرض کنم که این مردم هیچ گونه اطمینانی به این دولت ندارن و خودشون دارن کمک میکنن و اینه که هیچ اطمینانی ندارن هیچی نیست. طبق آمار جناب آقای سیگارچی میگن که حدود 120 هزار خانه خراب شده، ما 65 هزار چادر تا حالا تونستن طبق گفته هاشون تقسیم بکنن، یعنی بعد از 5 روز هنوز قسمت عمده از مردم بدون سرپناه هستن. در هوای سردی که من خودم اونجا بودم چند شب قبل که سرما زیر صفر هستش، آقای خزایی بحثی هستش که حالا خیلی ها مطلقا میگن که عملا هیچ کمکی از سایر اصلا از جانب سازمان های دولتی نبوده. خب در تصاویر یه سری تصاویر هست که به هر حال یک سری سازمان ها اومدن کمک های انجام دادن، کاری رو انجام داده، اما فکر میکنید دلیل اصلی که همون مقدار از حجم کمک های دولتی رو نادیده میگن و عملا میگن که فقط کمک های مردمی بوده، مهمترین عاملش چی است که این اظهار نظر در واقع از سوی مردمی که در مناطق زلزله هستند لازم میشه؟ خب اصولا چون اطمینان ندارن دیگه، اینقدر دروغ گفتن که به مردم و دروغ گفتن و مردم اطمینان ندارن، اگر کمکی هم میشه مردم کمک رو واقعا نادیده میگیرن. خب آقای خزایی من عذر میخوام، یه بحثی که مطرح است، حالا مثلا شما از تهران دارید تماس میگیرید، برای تهران هم یکی از شهرهایی که همواره در مورد بحث این که احتمال زلزله برای اون هست وجود داره و صحبت میکنن به عنوان یک خطر جدی برای تهران، این رفتاری که اگر حکومت، خیلی ها میگن که رفوزه شده در تامین امداد رسانه‌ای، در رسیدگی به مردم مناطق زلزله زده، در بحث کرمانشاه با این اوصاف، اگر چنین حادثه خدای نکرده برای تهران بخواد پیش بیاد، خب عملا هیچ کار مثبتی نمیتونن انجام بدن. آقای خزایی دوستان به من میگد که بله، مثل اینکه ارتباطم با ایشون قطع شده. به تهران مجدد بریم. آقای حامی از طریق تلفن امر ما هستن. آقای حامی سلام، بفرمایید روی خط هستید. الو سلام آقای افشار، خسته نباشید. سپاسگزارم. من قبل اینکه موضوع برنامه‌تون ببرم بپردازم، از آقای نتانیاهو تشکر میکنم. آقای حامی میشه کمک مالی به همون مردم کرمانشاه بعدش هم آقای سیگارچی، این کمک هایی که مردم میکنن به دست مردم کرمانشاه نمیرسه. آقای سیگارچی من اینو خودم به عینه دیدم، کمکی هم که خودمون میکنیم به شخصه میبریم میدیم به مردم. خب هامی یه بحثی که الان بهروز هم در واقع از کامنت کاربرا بهش اشاره کرد، خواهی که هر فردی شخصا بخواد رأسا خودش اقدام کنه بره تو جاده و بخواد به سمت کرمانشاه بره، از طرفی ترافیک سنگینی که ایجاد میشه و در واقع کار امداد رسانی تا حدودی امداد با اخلال در واقع در اون وارد میشه، از طرفی که خب وقتی فرد اقدام میکنه هر کسی، همه میرن در واقع مثلا پتو میخرن یا همه غذا میخرن، اون موقع اقلام دیگری که کم هستش رو نهاد واحد چون نیست رسیده ای کنه، باعث میشه که یه مقدار این کار امداد رسانی با یک سری در واقع خلل هایی در اون وارد بشه. درست میفرمایید، ولی آخه اطمینانی نیست. شما یهو میبینید این حبوبات رو برمیدارم، واقعا برمیدارم واسه خودشون، اصلا هیچ کاری انجام نمیدم. واقعا مردم سنگ تموم گذاشتن تا الان. شما میبینید چادر، طرف چادر میخواد، چادر هستش میدن، ولی مثلا حبوبات کمه، به طرف هم مثلا میخواد حبوبات بده بهشون، تاریخ گذشته است. واقعا خب مردم کرمانشاه نمیدونن چی کار کنن. آمی جدا از این بحثا، خب این بی‌اعتمادی هایی که بهش اشاره کرد، ما اتفاقا روز سه‌شنبه در همین بحث اعتماد برنامه هم داشتیم، به عنوان مثال صادق زیبا کلام هم درخواست کمک کرد از مردم، مثلا در 24 ساعت 1 میلیارد تومان مردم کمک کردن. خب این مبالغ فکر کنم مثلا اگر پرداخته بشه به جایی مثل هلال احمر که با یک نظم خاصی بتونه در واقع بدونه که چه چیزهایی نیاز هست، از چه چیزی چند تا بخره، این باعث نمیشد که این کمک رسانی ها بهتر باشه؟ میتونه بیشتر باشه آقای سیگارچی. متاسفانه به هلال احمر هم نمیشه چیز کرد، اطمینان پیدا کرد. آقای سیگارچی مشکل اینجاست، من اگه جای مردم باشم خود با جون دل با
یعنی شخصی میرم اونجا. واقعا آقای شیدیازی به مردم هم به هلال احمر هم نمیشه دیگه اطمینان کرد. سپاس از شما آقای حامید، ممنون. بهروز میدونم که کامنت ها برای تو هم خیلی زیاده، اگر بشه به نظرات کاربران هم نگاهی داشته باشید. فقط من خیلی کوتاه بخونم که شیوا میگه که اگر ملت هجوم نیارن میشه درست بهشون کمک رسانی کرد، تمام کمک های مردمی و دولتی باید یک جا جمع بشه بعد توزیع بشه، ولی مردم بیچاره اطمینان ندارن، فکر میکنن بهشون نمیرسه. در واقع پاسخ یه نوعی پاسخ همون سوالی که الان مطرح کردی. و کاربری هم میگه که خطاب به کسایی که کمک میبرن گفته تو رو قرآن بسته بندی کن به صورت جیره‌ای، به یکی یه کارتون تن ماهی میرسه، به یکی هیچی، به یکی یه پلاستیک بزرگ لباس میرسه، به یکی هیچی. اینجور که گفته خودش همین امروز 4 صبح برگشته تبریز، بازم خواهد رفت. میگه اقلام مورد نیاز ساعت به ساعت فرق میکنه دیگه، پتو نفرستید، غذا، وسایل بهداشتی برای خانم ها. و اینجور که میگه، میگه نهاد، هیچ نهاد دولتی ککش هم نگزیده جز ارتش. و میگه در روزهای آینده ظرف و ظروف خیلی نیاز خواهد بود و نوار، پد و لوازم بهداشتی برای بچه ها و زنان. یه فایل صوتی هم از طریق کانال تلگرام سند وی او به دستمون رسیده، خیلی کوتاهه، اونو با هم بشنویم. با ادامه برنامه همراه شما هستیم. درود بر شرف مردم که دوباره ثابت کردند بیکفایتی این حضرات را. اگر نیمی از خرج اربعین را اختصاص می‌دادند به این گونه بلاهای طبیعی و پیش‌بینی می‌کردند، شاید این گونه نمی‌شد. دنیا می‌خواد کمک کنه، میگن همه چی هست، پس کجاست؟ دست و قلب و پای اون عزیزانی رو میبوسم که به این مردم مصیبت زده دارن کمک میکنن، از جمله ورزشکاران. بهانه امکانات و پول و بودجه رو نگیرن، پول ما رو صادر نکنن، خجالت بکشید. بعد 5 شب مردم تو سرما چادر و پتو ندارن، جمع کنید بساطو، به فکر مردم خودمون باشید. بله آقای خزایی، مثل اینکه ارتباطمون مجدد با ایشون وصل شد. آقای خزایی، سوال من رو نمیدونم تا کجاش رو شنیدید. کردم خدمتتون، من به عنوان یک کارشناس در امور شهرسازی و زیربنایی بارها اعلام کردم که اگر زلزله در تهران رخ بده واقعا جنایتی خواهد بود که در دنیا و تاریخ خواهد نوشت، به خصوص قسمت بازار تهران، بدون اینکه متاسفانه بیان و هیچ اقدامی، کوچکترین اقدامی برای مردم بکنن در اونجاها، حتی اگر آتش سوزی رخ بده در اونجا قابل جبران نیست، نخواهد بود. اینا در اونجا در قسمت قلب کشور سمت کرمانشاه یه حادثه پیش داده، میگن ما آمادگی نداشتیم، مگر زلزله میگه که من دارم میام، شما آمادگی داشته باشید. بی‌برنامگی این دولت و همش متاسفانه به فکر دوزی هستن، تباول و حزبازی، این برای اون بزنه کمتر برده، اون یکی کمتر برده، این حزب کمتر برده، اون حاکم کمتر برده، این برنامه‌ای که ما داریم متاسفانه در ایران. و واقعا متاسفیم برای این دولتی که ما داریم الان و توی ایران در رأس کار هستن. سپاس آقای خزایی، ممنون از شما. اما به نیمه های برنامه روی خط رسیدیم. پیش از اینکه بریم و در واقع بخشی رو ببینیم و برگردیم، من شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه رو خدمتتون بگم که میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. 202-382-7205 شماره پیامگیر اتوماتیک برنامه است که میتونید با ما تماس بگیرید. من از کرمانشاه تماس میگیرم. امروز هم رفته بودم مناطق زلزله زده، کمک ها خیلی زیاد بود، کمک ها مردمی هستن، ولی مدیریتشون زیاد جالب نیست. مردم همه ریختن اونجا، کمک ها خیلی زیاده. درود بر شرف مردم ایران. با موضوع 5 روز پس از زلزله کرمانشاه همراه ما هستن آقای امجد از کرمانشاه از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای امجد سلام، بفرمایید روی خط هستید.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما همکارانتون. میشه وقتای امجد در ابتدا بفهمید که از کدوم منطقه دقیقا هستید و شرایط الان به چگونه است؟ عرضم به حضورتون، من روانسر هستم، الان به اصطلاح تقریبا 70-80 کیلومتری سراغ باباجانی مرکز زلزله. آیه امجد، بیننده دیگری از روانسر تماس گرفته بود، اشاره کرده بود و در واقع توضیح داد در مورد نحوه امدادرسانی که صورت گرفته و به نقش کمک‌هایی که از جانب مردم صورت گرفته، اما ما در سوی دیگه از سوی دولت شاهد خبرهایی هستیم که کمک‌های وسیع اونها انجام دادن. سپاه شب گذشته مستند یه رپورتاج ویژه درست که از در واقع عملیات‌هایی که سپاه برای کمک به زلزله زدگان استفاده کرده. شما میشه بفرمایید در مورد اینکه این امدادرسانی از سوی چه نهادهایی بیشتر پررنگ‌تر بوده، سریع‌تر انجام شده و با کیفیت بهتری بوده؟ عرضم به حضورتون، ما دیروز در منطقه بودیم، در سلات باباجانی از گله و سرپل زهام. بیشتر نیروهای کمکی که به اصطلاح از کمک میشد از طرف مردم بود و نهایتا هلال احمر هم به اصطلاح هلیکوپتراش در به اصطلاح منطقه بودن، ولی بیشتر کمکی که به اصطلاح میشد از طرف مردم و حمایت‌های خودجوش مردم از اقصا نقاط ایران بود. خب در حال حاضر چه شرایط حداقل به حداقل ها مردم دست پیدا کردن دیگه بعد از گذشت 5 روز؟ بله، من خودم به شخصه اونجا بودم، از لحاظ مواد غذایی و از لحاظ به اصطلاح سایر امکاناتی که به نیاز داشته باشن مثل مواد غذایی، آب معدنی و پوشاک بچه و اینجور چیزا رو به اصطلاح داشتن. هلال احمر چادراش نصب بود در منطقه، هر به اصطلاح روستا و آبادی حداقل 3-4 تا چادر فعلا داده بودن و نهایتا امکانات به اصطلاح اولیه رو رسونده بودن. آیا امجدی تصاویری هم منتشر شده گاهن از درگیری های میان مردم و خب ماشین هایی که در واقع این کالا رو حمل کردن، حکایت این چیه؟ این داستان چیه؟ خب این فیلم ها چون خیلی کوتاه است برمیگره واقعیت نیست، مسئله از چیه؟ دلیل این درگیری ها چیه؟ درگیری که متاسفانه اونجوری که مردم شاهد بودن از استان های دیگه یا کسایی که لازم نداشتن این اقلامو که مردم میخواستن کمک کنن، متاسفانه اومده بودن تو محل، نه خیلی ولی تعداد محدودی چادر زده بودن که کمکی که مردم میارن اینا جمع آوری میکردن و شاید ببرن شهرستان خودشون، تون اقصا نقاط، شاید کرمانشاه، شاید ایلام، شاید سنندج، شاید شهرهای دیگه. انسان های به اصطلاح سو استفاده گری بودن که میخواستن از این موقعیت سو استفاده کنن و یه مقداری از این لوازمی که میخواستن به دست زلزله زدگان برسه اینا آوردن به اصطلاح استفاده کردن و ببرن به عنوان مالی که بعداً بفروشن. خیلی کوتاه اگر فقط بفرمایید، با توجه به اینکه گفتی یک سری از در واقع مشکلات حل شده، در حال حاضر بیشتر نیازهای مردم در اون منطقه چیا هستش؟ چه نیازهایی دارن در حال حاضر؟ در حال حاضر بیشتر مردم، یعنی زلزله زدگان، بیشتر به چادر، پتو و ارزان به حضورتون شیرخشک و اقلامی از این مایه ها، از لحاظ مواد غذایی و سایر مواد به اصطلاح اینا تقریبا تأمین شده. نکته ای که میخواستم بگم، از شهرستان بوهان دو نفر از هموطنانمون اومدن به اصطلاح سمت سلات باباجانی برای کمک. متاسفانه به دلیل طولانی بودن راه و خستگی راه اینا خوابشون برده، به اصطلاح واژگون کردن ماشینو و فوت کردن. امروز استقبال بی‌نظیری از طرف مردم روانسر، جوانرود، سلات باباجانی برای تشییع جنازه اینایی که شهید شدن به واقع انجام شد. جا داره از تمام مردم کردستان، از تمام مردم استان تهران، بلخص پلاکای شهر تهران خیلی اینجا بود، و از همه مردم، ورزشکارا، هنرمندا، اونایی که به نحوی کمک کردن تشکر و قدردانی کنیم به سهم خودمون به عنوان یه کرد هموطن. سپاس از شما امجد، ما امیدواریم که هر چه زودتر شرایط برای شما و سایر ایرانیان در این منطقه بهتر و بهتر بشه. به پل زهاب بریم، در واقع پل زهاب بریم. آقای کلانی از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای کلانی سلام، همراه ما هستید. سلام، خواهش می‌کنم. سلام علیکم. سلام آقای
کلانه های کلانه میشه با توجه به که از سرپل ذهاب تماس میگیرید میشه بفرمایید در حال حاضر شرایط اونجا به چه صورت ها یا شرایط بهتر شده؟ چون ویلمایی که اومده بود از شرایط خوبی خبر نمیدادن، این مثل که با گذشت 5 روز دیگه شرایط به حد مطلوب رسیده باشه. من از عمق زلزله با شما تماس گرفتم. بله. از سرقله. بله. من تشکر میکنم از ملت ایران، مخصوصا مردم کردستان. مردم خان. آقای کلانی، اگر به شما همکارم با شما مجدد تماس میگیرم، متاسفانه ارتباطمون با شما خیلی خوب نبوده، مجدد اگر ارتباط برقرار شد برمیگردیم به شما. برگردیم به نظر کاربران بهروز. فقط یک نکته افشار، همینطور که آقای امجد از کرمانشاه گفتن، این آقای ابوبکر راننده کامیونی که در این روزها از راننده فکر میکنم وانت نیسان باشه اگر اشتباه نکنم، در این روزها در کار کمک رسانی فعال بود و بر اثر خستگی و خواب آلودگی تصادف کرد و جونش از دست داد. خیلی مورد توجه قرار گرفته، منم مدام پیام میگیرن که چرا به اون اشاره نمی‌کنید. حالا همکارانم اگر اون توییت دومی رو آماده کنن، من یک پیام از تلگرام میخونم، بعدا در مورد اون هم صحبت میکنیم. اما زهرا از مشهد گفته کمک های مردمی واقعا عالی بوده. من خودم یکی از کسایی هستم که وجه نقدی کمک کردم به زلزله زده‌های کرمانشاه، ولی از دولت انتظار بیشتری داشتم. زمانی که به لبنان و سایر مناطق پول میفرستن، چرا به مردم خودشون کمک نمیکنن؟ آقای روحانی هم که حتی برای دلداری مردم از ماشینش پیاده نشد. به این عکسای و فیلم هایی که از آقای روحانی هم که منتشر شده بود خیلی انتقاد کردن که این چه طرز حضور در منطقه بوده، یا خیلی هم گفتن که چرا رهبر جمهوری اسلامی نرفته به اونجا. حالا اگر اون تصاویر توییت امیر اگر آماده باشه، امیر در مورد همین آقای ابوبکر از بوکان توییت کرده، گفته ابوبکر راننده بوکانی حامل کمک های مردمی به زلزله‌زدگان سلاس باباجانی در تصادفی جان خود را از دست داد، کاش حداقل 10% توجهی که صدا و سیما به محسن حجاجی و امثال حجاجی داشتند به این شخصیت و جان باختنش در راه انسان دوستی توجه میکردن. تصویر ایشون رو میبینید و استقبال خیلی گسترده ای که در تشییع جنازه ایشون امروز صورت گرفت، همونطور که آقای امجد از کرمانشاه گفتن. ممنون از توضیحات تکمیلی تو بهروز. اما مجدد برگردیم به خط ها. آقای حیدری از کرمانشاه همراه ما هستن. آقای حیدری سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلامت باشید آقای حیدری. میشه بفرمایید در مورد شرایط نحوه امداد رسانی در حال حاضر به چه صورته؟ و آقای سیگارچی، من امروز خودم سرپل ذهاب بودم. بله. امروز من سرپل ذهاب بودم. متاسفانه تنها چیزی که مردم رو اذیت میکنه، چون مردم خودشون میخوان کمکاشون رو برسونن، ترافیک تو شهر سرپل ذهاب به طرف سلاس بابا جانی واقعا خیلی زیاده. خب آقای حیدری، من یه سوال خدمتتون دارم. تا اینجای کار هم تو کاربرا در شبکه‌های اجتماعی هم در تماس‌هایی که داشتیم اذعان میشه که تمام کمک‌ها مردمیه. حالا واقعا این چیزی که شما در اونجا می‌بینید واقعا همینجوری به این صورته، یا کمک‌های دولتی هم هست و کمک‌های مردمی حجمش بیشتره؟ واقعا این داستان به چه صورته؟ خب معلومه حجم کمک های مردمی خیلی بیشتره، ولی میشه ماشین های دولتی هم اونجا میبینی، نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی همه کمک میکنن، مطابق واقعا کمک های مردمی خیلی بیشتره. میشه بفرمایید که اولین گروه این، چون سوالی که از برخی دیگه از بینندگان هم پرسیم، در واقع آغاز کمک های اساسی از سوی چه نهادی بود؟ دولت بود؟ مردم بود؟ چون ارتش رو خب در اساس اون چیزی که در فیلم ها بوده خیلی ها گفتن که در ساعت در واقع اولیه ارتش به کمک مردم هست، با اینکه البته امکانات خاصی هم نداشت، خیلی محدود بود. اما اولین کمک ها از جانب چه گروهی به دست شما رسید در سرپل ذهاب و شهرهای دیگر؟ خب ارتش خیلی کمک کرده، همون شب اول و روز اول هلال احمر خیلی کمک کردن، ولی از روز اول به بعد واقعا کمک های مردمی بیشتر بوده، خیلی کمک های مردمی بیشتر بوده. بله. و پس مرسی از شما آقای حیدری. من فقط اینجا یه سوال برای من به وجود اومده که با توجه به اینکه خب بینندگانی که از کرمانشاه و مناطق زلزله زده دارن تماس میگن، اشاره میکنم اینکه اولین کمک ها از جانب در واقع مردم صورت گرفته و بیشترین کمک ها و اساسی ترین کمک ها از جانب مردم بوده. اینجاست که فقط این سوال به وجود میاد که خب نقش در واقع سازمانی مثل
ستاد بحران چی میشه در اون ساعت اولیه که مهمترین نقش رو اینها باید ایفا کنیم. پرسش مهم پیش میاد که در اون 24 ساعت اولیه دو روز اول حداقل اینها کجا بودن به روز مثل که نکته ایداری. آره فقط من خیلی کوتاه بگم آقای حیدری و چند تا دیگه از بینندگانی که از منطقه زلزله تماس گرفتن به نقش پررنگ ارتش اشاره کرده بودم. من چند تا پیام گرفتم که میگن که به مرتضی قبادی هم اشاره کنید از اعضای کادر بهداشت ارتش که به دلیل کار فشرده و زیاد در این چند روز دچار سکته قلبی شد، جونش از دست داد. صدفان نیرپور یکی دیگه از اعضای ارتش که در منطقه زلزله زده هم حضور داشت امروز جون خودش از دست داده. خیلی ما تعریف و تمجید و تشکر داریم از ارتش و کمک هایی که در این چند روز کردن. برخلافش انتقاد از سپاه خیلی زیاده. ما البته قضاوت رو به شما واگذار میکنیم. ممنون از تو بهروز. اما به کرج بریم. آقای پیمان که از طریق اسکایپ با ما تماس گرفته، با توجه به اینکه از کرج هستی، پیمان شما خودت رفتی به اون مناطق؟ آقای پیمان هلو. سلام آقای پیمان، سلام. آیا شما به مناطق زلزله زده رفتید برای امداد یا؟ بله، ما یه سفری داشتیم نزدیکی اون مناطق بود. موقع برگشت خب خیلی ترافیک شدیدی وجود داره، چون مردم میخوان خودشون شخصی دارن کمک رو برسونن. این اشتباهه. باید حالا نماینده بگیرن و ماشینای بزرگتر بفرستن. وانتای کوچیک، ماشینای خیلی کوچیک حجم ترافیک رو برده بالا. این خودش میتونه یه دونه مصیبت ایجاد کنه، یک معضلی ایجاد کنه که کمک ها دیرتر برسه. پیمان، یه بحثی که بود تو دو سه تا نظری که بینندگان در ابتدای برنامه اشاره کردن، بحث عدم اعتماد بوده که باعث شده که خیلی ها خودشون شخصا در واقع اقدام کنن برای رسوندن کالاها. بله، چون مقداری از کمک‌های مردمی که داشت می‌رفت به اون سمت، خب تو راه یه سری اسما روش گذاشتن، یه سری نهادها اومدن گفتن از سمت ما. این باعث این شد که مردم بی‌اعتماد بشن و بخوان شخصا برسونن. شما خودتون برای کمک رفته بوده اونجا؟ من یه سفر کاری داشتم، خب از اونجا رد می‌شدیم که این صحنه ها رو دیدیم، واقعا آدم متاثر میشه. درگیری نیروها با مردم و اون ازدحام و شلوغی ترافیک خودش یه مصیبت جدیدیه که گریبان اون شهر رو گرفته. سرپل زهاب واقعا وضع بحران زده است، مثل جنگ، انگار جنگ شده اونجا. پیمان، با توجه به اینکه خب از کرج از اون مناطق گفتی گذر کردی، اما تقریبا هر یک دهه بار ما یک زلزله بعد در ایران داریم. حالا فاصله زمانیش داره تا حدودی کمتر میشه. عملکرد دولت رو در مواجهه با چنین بحرانایی چطور ارزیابی می‌کنی؟ چون بینندگانی که از اون مناطق زنگ می‌زنن اذعان دارن که حداقل کمک‌های اساسی در روزهای ابتدایی توسط مردم بوده. بله، همونطوری که شما اشاره کردید، ستاد بحران واقعا کاری نکرده. یه اسم فقط از لازم که بخواد کاری بکنه، تصمیمی بگیره و سریع وارد عمل بشه، همچین چیزی نیست. هنوز دارن فکر میکنن، هنوز دارن نقشه میکشن. در صورتی که چند روز میگذره از زلزله، واقعا مردم نیازمندن. باید همون لحظه به صورت آنی ضرب العجلی کمک ها رسیدگی بشه، ولی خب اینجوری نبوده. هنوز دارن نقشه میکشن. من آشنا رفیق هستش که تو این ستاد بحران، خبر دارم، واقعا موثق خبر دارم که هنوز کار خاصی نکردن، دارن نقشه میکشن. خب البته پیمان، با توجه به حجم گسترده کمک های مردمی، عملا نقش ستاد بحران در 24 ساعت اوله. به هر حال این حجم گسترده از کمک هایی که مردم انجام دادن تا حدودی به هر حال کار رو تموم کرده. بله، 99% کمک ها، من میتونم بگم 99% مردمی بوده. اگرم درصد دولت میبرن بالاتر، میگن 50-50 بوده، اینجوری نیست. اسم بوده که روش گذاشتن، رو کمک های مردم اسم گذاشتن. من خودم شخصا دیدم این موضوع رو. سپاس از شما آقای جونم، بفهمید ساخته بشه. این مهمه که الان هر چه سریعتر شروع کنن به ساخت این منازل برای این دوستان که در ادامه. حالا زلزله اومد و رفت، حالا باید خونه ها ساخته بشه که این بنده خداها برن، و اگه زلزله بعدی اومد اونجا دیگه خراب نشه این خونه. استاندارد سازی، اینا خیلی مهمه. خیلی ممنون آقای پیمان از کرج که تماس گرفتید. از طریق پیامگیر اتوماتیک برنامه پیام دریافت کردیم که با هم میشنویم. از قصرشیرین تماس بگیرم و سپاسگزارم از این همه کمکی که ملت ایران به زلزله زده ها کردن. بازم ملت ایران و سرفراز و پیروز باشین، ملت غیور کردستان ایران. من میخوام بگم
حضوراً رفتم اونجا دیدم. بنده خدا خوراکی براشون میره. هیچ وسایلی ندارن. برق ندارن بخوان نگرش دارن. خراب میشه. اگه دولت میخواد کمک کنه برقشون رو وصل کنه. وسایل گرمایشی براشون ببره. به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم، خیلی کوتاه صحبت میکنیم دیگه، فقط سریعا بریم به نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی. که بله خیلی پیام زیاده، من خواهش میکنم اگر پیامی رو به دست ما برسونید دیگه از سلام و احوالپرسی صرف نظر کنید. خیلی ها برای ما پیام میدن که میگن ما کمک کردیم، مثلا به شماره حسابی که علی دایی فرستاده بود حتی مبلغ میدن، اما میگن اعتماد نداریم که به دولت کمک کنیم. من با توجه به اینکه آقای پیمان از کرج به بحث ترافیک شدید اشاره کرده بود، توییتی از بهنام رو براتون بخونم که نوشته ترافیک شدید در جاده کرمانشاه به سر پل زعاب، اینکه هر کسی، حالا افراد عادی یا سلبریتی ها و ورزشکارا، با ماشین و وانت میرن سمت مناطق زلزله زده، نتیجهش این شده که ترافیک حتی روند عادی کمک رسانی رو مختل کرده. شما تصویر رو میبینید، این تصویر هوایی چه ترافیک وحشتناک و شدیدی وجود داره. خیلی سریع من چند تا نظر بخونم. داریوش میگه کمک‌های مردمی بیش از نیاز مردمه، خیلی خیلی بیشتر، اما دولت نمیتونه مدیریت کنه. همه کمک‌ها دپو شده. خواهش می‌کنم هر کی میشنوه دیگه کمک نفرستید، همه چی حیف و مل میشه. قرار بارون بباره اینجا، اون کمک‌ها زیر بارون خراب میشن. پوریا میگه ما سمت روستای شیخ صالح بودیم، چند تا روستای دیگه هم رفتیم، کمک‌های مردمی فوق‌العاده بود. الان دیگه به چادر و وسایل گرمایشی نیاز دارن و کانکس خونه‌های پیش ساخته هم لازمه. غذا و آب معدنی خیلی رسیده. از تلگرام هم براتون بخونم، غلامرضا از چابکسر میگه که کمک‌های مردمی که من شاهد بارگیری و کمک رسانیش بودم، و اگر واقعا به طور مساوی و کامل بین زلزله زده‌ها تقسیم شه تا ماها احتیاج به چیزی نخواهند داشت. میثم هم از کرمانشاه میگه دلیل این که مسئولین مدام میگن خودتون با ماشین شخصی مراجعه نکنید، این خودش مایه ننگ باید باشه واسه شون. این نشون میده که مردم هیچ اعتمادی بهتون ندارن و میخوان خودشون کمک کار با دست خودشون برسونن. برای در این بخش به تهران بریم. آقای حمید از امدادگرانی است که از تهران با ما تماس گرفته. آقای حمید سلام، بفرمایید روی خط هستید. آقای حمید بله صدای منو دارید؟ بله بله بفرمایید. بله وقتتون بخیر باشه. خدمتتون که عرض کنم، من می‌خواستم یک حالا تجربه از زلزله‌های قبلو که من درش حضور داشتم خدمتتون عرض کنم. من اول بگم که همه اون امدادگرانی که اونجا هستن، از هلال احمر، از خدمتتون که عرض کنم ارتش، سپاه، هر ارگانی که هست، من بعید میدونم حالا یا به ندرت پیدا میشه کسی که بخواد به قول بعضی از دوستان اونجا دزد باشه. اما اتفاقی که میفته اونجا چیه؟ اونجا عدم مدیریت بحران. دلیل این عدم مدیریت بحران ناکارآمد بودنه سازمان مدیریت بحران کشور ماست. علتش اینه که سازمان مدیریت بحران ما در مرحله اول یک سازمان سیاسیه. یعنی با یعنی اول که اون کسی که میشه مدیر بحران استان میشه، هر استان میشه، این آقای مدیر بحران ما اول تجربه کار نداره، تجربه مدیریت بحران نداره، و سوای این مسئله اینکه با اگر ایشون یک تجربه هم کسب کنه، با عوض شدن یک رئیس جمهور و یک دولت این دوباره عوض میشه. و حالا کنار این همه مسائل که عرض کردم خدمتون، شهرهای ما هم آماده نیستن برای پذیرش حوادث غیر مترقبه. ببینید در همه دنیا اونجوری که من مطالعه کردم، یک ایستگاه های، یک کمپ های توی شهرها، شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ ایجاد شده، و در این کمپ ها و در این ایستگاه ها جاییه که میتونن و در صورت حوادث غیر مترقب میتونه هلیکوپتر بیاد بشینه، امداد رسانی بشه، همه این کمک ها که میاد اونجا دپو بشه و اونجا طبقه بندی بشه، بسته بندی بشه و به نیازمندا به اون بر اساس نیاز هر منطقه و هر محله اونجا اعزام بشه. اما متاسفانه در هیچ کدام از شهرهای ما این چیزی نیست. و من واقعا پیشنهاد میکنم به همه اعضای شوراهای شهر کشور و از چه شهرهای کوچک چه شهرهای بزرگ، واقعا پیش از هر چیزی ایجاد این ایستگاه، یک ایستگاهی در به اندازه حالا وسعت اون شهر، نه به اندازه اون وسعت، یعنی به اندازه‌ای که بتونه پاسخگوی وسعت و جمعیت اون شهر باشه، ایستگاهی در یکی از مناطق امن شهر که نه توی زلزله، نه توی ریزش کوه، نه توی سیل آسیب نبینه، یک چنین جایگاهی رو ایجاد کنن که در چنین مواقعی همه این کمک ها و امدادگران یک جا جمع بشن و بر اساس نیاز تقسیم بشن. و اینکه حالا از آن بس گفتن که حضور افراد، من فکر میکنم، من اون چیزی که توی زلزله های گذشته دیدم، در زلزله بم دیدم، در زلزله بوشهر دیدم و در زلزله های
حتی استان خراسان هم دیدم، این چیزی که من دیدم، ببینید اومدن مردم فقط بی‌نظمی ایجاد می‌کنه. خب اون چیزی که مثلا حمید یه بخشی که مردم الان تو این برنامه بهش خیلی اشاره کردن، بس بی‌اعتمادی هم هست، یعنی دو همین حادثه همین الان هم مثلا تصاویر هست. اگر ما سازمان مدیریت بحران داشته باشیم و این کمک هایی که مردم میارن دقیقا واقعا برنامه ریزی بشه و بر اساس برنامه و تنظیم بشه و منظم توزیع بشه، مطمئن باشید ما هیچ مشکلی نداشتیم. مشکل اینجاست که از همون شب اول زلزله هیچ مدیریت بحرانی وجود نداره، به قولن هیچ تقسیم وظایف وجود نداره، هیچ کس مسئولیتش مشخص نیست و این شهر در واقع ایستگاه مدیریت بحران نداره، یعنی کمپی وجود نداره اونجا. تو حمید مسئله‌ای که اشاره کردی، بحث ضعف در مدیریت، اما بذار کرمانشاه و شهرهای در واقع مناطق زلزله خیز، آقای محمد از سلاس باباجانی با ما تماس گرفت. آقای محمد سلام، بفرمایید روی خط هستید. سلام علیکم، شما بخیر آقای سکاتی، خسته نباشید. سپاسگزارم. بفرمایید در مورد شرایط اونجا، بفرمایید اوضاع به چه صورت، نحوه امداد رسانی ها چگونه است؟ والا امداد رسانی اکثر طرف مردم شخصی بودن، واقعا خیلی ممنون، دست مریضا دستشان در نکنه، واقعا واقعا مردم خیلی درسوز، خیلی خیلی خوب، خیلی با انصافی داریم مردم ایران. هم تمام کمک‌های مردمی از طرف مردمی سیستان و بلوچستان، تهران، پلاکاردهایی بودن مال مشهد، اشنویه، بوکان، مهاباد، حتی نوشته بود مردم مقیم ایران خارج از گرجستان فرستاده بودم برای این برایش. خودم دیدم، خودم امروز تو خود سلاس بودم، همشو دیدم، واقعا مردم خیلی خوب کمک کردن. صحبت آقای محمد با مسئولین یا نهادهایی که مدعی هستن کمک، حالا شواهد و اون چیزی که گفته های شما هست متفاوته، اما صحبت دارین خطاب به مسئولین با توجه به این عمل کردی که در طی این روزها داشتن؟ مسئولین عدم مدیریت بحرانه، آقای سواجی سازمان مدیریت بحرانه، بعد برنامه ریزی درست حسابی ندارن، اکثرشون همشون میان بدون برنامه ریزی شده میارن. بعد اینا رو یک صداد بحران بگن آقا شورای شهر، بعد شورای شهر دهیارا بیان کل آمار شهر و روستا دارن، اگر شورا بیان کلن آبادی بعد خانوار تقسیم بکنه خوبتره، ولی فقط در نظم در تقسیم بوده نظم نداشته بوده. آقای محمد، ما از بینندگانی که روانسر و سرپل زواب تماس گرفتن پرسیم، از شما هم که از سرس بابا جانی هستیم میپرسیم در حال حاضر نیازهایی که در اونجا وجود داره چی هستش؟ اگر بخواید الان با توجه به هوایی که سر شده، الان هوا احتمال داره به خاطر هواشناسی که بوده هوای بارانی، الان به کانیس دارن برای گرمازایی هوا سر بشه، برای گرما باشه داخل شده، اینا به هوای مثل کانیس همون چیز چادر خوب، بعد اصلا وسایلی اولی الان وسایل خوراکی اینا خیلی خوب شده، واقعا خیلی خوب شده، ولی الان به خاطر هوا چیز داره، الان حمام میخوان، توالت میخوان، بعد الان دیگه مثلا وسایلی مثل چیز برای حمام، شامپو، صابون، شیر خوش، اینا واقعا خیلی ضروریه برای اینا. من الان مثلا تو خود سلاف بودم، بعد از نیم ساعت رفتم به یک آبادی های هم که فامیلام اونجا بودن، آبادی نگره، بعد چرا اینجا وزتن؟ گفت آقا اکثر کمک ها میان اینجا، اکثر دیگه اهمیت نمیدن به روز. آقای محمد خوب شد اشاره که یه بحثی که هست، ما بیشتر این چیزهایی که کمک هایی که دیدیم یا گزارش هایی که دیدیم مربوط به شهرهای بزرگتره، تو روستا اوضاع به چه صورته؟ چون اونجا میدونیم که اوضاع وخیم بوده، حداقل الان شما اگه بخواید گزارش بدید آخر اخبار به چه صورته؟ والا الان وسایلی که رسیده دست مردم خوبه، الان برق هم دارن، ولی آبادیان نه، آبادی اکثر لب مرز هستن، نزدیکن اکثرشون توجه نشده. من خودت امروز شخصا اونجا بودم تو همون آبادی یک نگره، اصلا وضع افتضایی داشتم. خدا شاید رفتم به یکی از دخترو گفت خدا شاید دیدی 5 روز حمام نکردم، نگاهم که همم سیام شده، همم دودالوف شده، دیگه نمیتونم حرف بزنم، نگاهی موهای سرم بگو. سپاس از شما آقای محمد، امیدوارم که شهر ترش زودتر بهتر بشه و خب کالایی که نیاز هست به دست ایرانیان در منطقه زلزله زده برسه. بهروز نکته بله. هست اگر بخوای خیلی پیام زیاده، فقط من سعی میکنم اونهایی رو که نکات جالب توجه تری رو داره، مثلا مهدی برامون نوشته که مهدی در منطقه است، میگه یه مشکلی که وجود داره در جاهای آسیب دیده لاشه حیوانات تلف شده است، با گذشت 4-5 روز
حالا مسائل و مشکلات جدیدی خودشون نشون میده، از جمله همین لاشه ایوان طرف شده، باید فکر روش بکنن. مهدی میگه که باید آهک باشه که روشون بریزن. سیاوش برای ما از سلاس باباجانی نوشته که 11 نفر از اعضای خانواده‌اش رو از دست داده، بسیار منتقد برخورد نیروهای سپاه هست، میگه که 4 روز تلاش کردم تا بتونم جنازه اعضای خانواده‌ام رو در سردخانه بهم تحویل بدن، اما تا قبل از اون جوابشون توهین بود و ضرب و شتم بود و هنوز هم نتونستن که اعضای خانواده‌شون رو خاک سپاری بکنن. این هم نظر سیاوش بود که برای ما فرستاده بود. و کتی هم در اینستاگرام گفته که بارون در راهه، باید فکری به حال بارون کرد. و دیگه خیلی دیگه که از کمک‌های مردمی تشکر کردن و فکر میکنم که دیگه فرصت هم نباشه به همون بپردازیم. فرصت در اختیار افشار بعد. خب بله، برگردیم به تلفن‌ها ارتباطمون، فکر کنم مجدد با آقای کلانی وصل شده باشه. آقای کلانی سلام، سلام مجدد، روی خط هستید، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. من تعجب می‌کنم از بیننده عزیز سلاس باباجانی که گفتن نیروهای سپاه کمک نکردن. نیروهای سپاه نیم ساعت از غلب به روستای ما رسیدن، بعد از 2 ساعت نیروهای کمک سپاه به روستای ما آمدن و بهترین کمک هم کردن. حالا نیروهای مردم هم آمدن، مثلا سرای مخان، از شقز، از محشر، از تهران و غرق، چون منطقه این منطقه سرفروزه ها هم که حوضه سپاه نیست، حوضه ارتش هست، برادران ارتشی اونجا حضور داشتن، بیشتر خدمت رسانی کردن. من در خدمت هستم، تو روستای مردی هستیم، زده هستیم، اگر سوالی هست در خدمت شما. خواهش میکنم. آقای کلانی، پس شما اشاره میکنید که سپاه هم کمک کرده، ولی بسیاری از فیلم ها، در واقع میتونم بگیم 95-99 درصد فیلم ها غیر از این مطلب شما رو بهش اشاره میکنن. نه گوش بگید، از گلن نیم ساعته فرمانده سپاه امبولانس فرستاده روستای ما، مظلوم دست شکسته بوده بعد از یک روز سه تا چادر داده به یک پدر شهید، یک پیرمرد باید خانواده زهیم. سپاس از شما آقای کلانی. زمان خیلی کوتاست، بذارید ما مجدد به کرمانشاه بریم. آقای شریفی هم از طریق تلفن همراه ما هستن. آقای شریفی صحبتی اگر باشه، زمان کوتاست، ما میشنویم صحبتهای شما. سلام، وقت شما بخیر. سپاس گذارم. وقت تمام دوستان بخیر. خدمت عالی از کنم، نمیشه تمام زحمت مردم ایران، مردم تمام جهان که زحمت کشیدن، فرستادن، ارسال کردن، نایزه گرفت. سپاه، ارتش، نیروی انتظامی همه زحمت کشیدن. مردم کاری کردن که زلزله واقعا شرم دادن به زلزله. واقعا زلزله کم آورد در مقابل مردم. احسن و مرحبا به مردم، به سپاه، به ارتش، به همه. امروز من شاهد بودم کانکسای زیادی رفت. من 2-3 روز اونجا بودم. روز اول مدیریت نبود، روز اول خب بحران بود، همه در بحران بودن، خود سپاه در بحران بود، ارتش در بحران بود، همه مردم در بحران بودن. سپاس از شما آقای شریفی که کرمانشاه تماس گرفت. اما برنامه امروز هم با موضوع 5 روز پس از زلزله کرمانشاه به پایان رسید. با آرزوی بهبودی شرایط برای مردمی که در منطقه زلزله زده هستن، برنامه امروز هم به پایان رسید. روی خط رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. از هفته آینده مجدداً هر روز همراه شما خواهیم بود. پس تا دوشنبه، شب و روزگار خوش. وقت بخیر، خدا نگهدار. صدای آمریکاست.